پس از تصویب لایه جنجالی جدایی جدای طلبی در پارلمان فرانسه مسلمانان این کشور به تسلط بر منطقه تراب پاریس و فراری دادن مسیحیان و یهودیان ساکن این منطقه متهم شدند. در ادامه سریال پدیده اسلام حراسی در فرانسه یکی از معلمان مدارس متوسط منطقه تراب در جنوب غربی پاریس مسلمانان را به تصرف تراب و اجبار مسیحیان و یهودیان به ترک این منطقه متهم کرده و مدعی شد جانش از سوی مسلمانان در معرض خطر قرار دارد این در حالی است که ساکنان محلی میگویند که اظهارات ساختگی دیده لومیر معلم فرانسوی و درخواست وی از سیاستمداران و رسانه های فرانسوی برای پرداختن به این ادعا در چارچوب تبلیغات ادعای فرانسه برای ترویج طرح قانون جدای طلبی است که به تازگی در پارلمان مورد تایید و تصویب قرار گرفته است. نمایندگان پارلمان فرانسه اخیرا یک قانون جنجالی ضد اسلامی علیه آنچه از سوی دولت این کشور جدای طلبی خوانده شده را تصویب کردند که گفته می شود هدف از آن ممانعت از نفرت پراکنی آنلاین و قطع بودجه خارجی گروه های دینی عنوان شده است این طرح با 347 رأی موافق 151 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع به تصویب رسید قرار است نمایندگان مجلس در سیوم مارس دهم فروردین این قانون را که پیشنویس لایحه تقویت اصول جمهوری نام دارد به طور رسمی مورد بررسی قرار دهند پیشنویس این قانون به این دلیل که مسلمانان فرانسه را هدف قرار داده به عنوان جدای طلبی مورد انتقاد قرار گرفت در این لایحه ضمن بیان اینکه کسانی که به دلایل مذهبی به مقامات دولتی تهدید خشونت و توهین می کنند به 5 سال زندان و 75 هزار یورو محکوم خواهند شد آمده است برای انجامن های مذهبی که منبع کمک های بیش از ده هزار یورویی خود در خارج از کشور را فاش نمی کنند جریمه 3750 یورو پیشبینی شده است.